دوستان و تشکر از آقای وحید و آقای علیجانی. من چهار تا مسئله را اینجا نوشته بودم در مورد وقتی که آقای وحید حرف زدن. فکر کردم وقتی آقای علیجانی حرف زدن اضافه کنم چیزی به اینها. هیچی اضافه نکردم، چون همون چهار تا در این مورد هم چیزه صدق میکنه. ما وقتی از فساد حرف میزنیم، اولین مشکلی که ما داریم تو ایران مسئله عدم وجود دموکراسیه. یعنی شما هر کاری میخواید بکنید بیرون نمیاد، آزادی نیست کسی ازش حرف بزنه. چند تا از این چیزا که در اومده الان، مثلا من تو ایران خیلی ها را نمیشناسم. آقای یاشار سلطانی برینز خاطر میشناسم، چند تا از این فسادها را چیز کرده، افشا کرده. یعنی ما یه روزنامه نگار تو ایران داریم که اینا چیز میکنن، افشا میکنن. حالا اگه ما دموکراسی داشتیم که صدها روزنامه نگار بودن که در پی این کارها بودن، آزادی وجود داشت، خب ما فساد نداشتیم. اولین کاری که چیزی که ما کم داریم اینجی دموکراسیه. این زمان شاه هم این بود، زمان خمینی هم این بود، زمان خامنه ای هم هست، زمان آینده هم که بگیم اگه مصدق دیگه هم بیاد سر کار، اگه دموکراسی نداشتیم همین خواهد بود. یعنی اینجوری فکر نکنیم که جمهوری اسلامی اینجوریه. این وقتی دموکراسی نیست، زیر چی میگم بهش، در سوئدی ضرب المثل هست، میگن همه چیز آشغالا رو میزنن زیر قالی که کسی نبینه. وقتی دموکراسی نیست، خب میتونی چیز کنی، تظاهر بین بکنی که خب ما نمیدونیم، خبری نیست، چیزی نمیدونیم. دومین مسئله ای که هست قانون. ما از زمان مشروطیت دنبال قانون بودیم، هنوزم قانون نیست. یعنی قانونی که در مورد همه صدق کنه، از رهبری گرفته تا اون آبدارچی. آقا نباید دزدی کنی، از مال عمومی نباید ورداری، هیچ کی حق نداره. نه آیه انفال بهت کمک میکنه، نه چیز دیگه ای. حق نداری، مال مردم مال مردمه. این را کسانی حق دارن استفاده کنن که از نظر قانون بهشون اجازه دادن که این کارو بکنن، و کسایی هم که استفاده میکنن باید جوابگو باشن. دوم، مسئله سومی که من یادم میاد توی ایران گذشته از شاه و آخوندها، فرهنگ ما یه فرهنگ فاسدیه. من اینو اقرار میکنم، الان اقرار میکنم، من اگه برم توی کاری توی ایران وزیر بشم، اولین فامیلای خودم رو میذارم اونجا. ما الان خب چرا فکر میکنیم آخوندها فامیلاشون نذارم، وابسته هاشون نذارم؟ من مدتی پیش با یک کسی از دوستان حرف میزدم، برای من یه چیز تعریف کرد که من خیلی وقت ایران نبودم، حرفای ایرانی خوب نمیفهمم. گفتن آقای فلانی وضعش خوبه. منم پرسیدم خب این کارمنده، یه کارمند چجوری وضعش خوبه؟ بعد گفتن نه، کادو میگیره. حالا منم با کادوهای سوئد اشتباه گرفتم، منم کادو میگیرم اینجا. وقتی کاری برام میکنن یه جعبه شیرنی میدن، یه گل میدن. بعد بینو گفتم خب با یه جعبه شیرنی و گل و نمیدونم فلان اینا آدم چجوری ثروتمند میشه؟ گفت نه آقا، کادو که جعبه شیرنی نیست. گفتم پس چیه؟ گفت اتومبیل نو هم بهت میدن، نمیدونم چند صد میلیون هم میدن، زمینم. گفتم خب این که رشوه است، بین نمیگن کادو که. یعنی توی فرهنگ ما به رشوه گرفتن میگن کادو. این فرهنگ فساده، این فرهنگ باید عوض کرد. معنی لغت فامیل من یا هر کسی دیگه دزدی کرد، دزده. برادر من دزدی میکنه، ما اصلا به روی خودمون نمیاریم که انشاءالله ما ندیدیم، درست اشتباه کردیم، ولی دیگران دزدی میکنن ما میبینیم. مثلا ما اون زمان که جوان بودیم توی ایران، من یادم یک فامیلی داشتیم، این سرهنگ بود، ما هیچ وقت باش رفت آمد نمی کردیم. البته ما جوان بودیم، ایدالیست بودیم، گفتیم این سلطنت طلبه، ولی بقیه اصلا این مسئله براشون مطرحی نبود. مثلا فامیل سرهنگ هست، افتخاریه، میری همه پارتی بازی رو میکنی، مثلا میری خارج از نوبت فلان کارم برات میکنن. خب وقتی ما قبول کردیم خارج از نوبت برامون کاری بکنن، چرا آخوند اگه خارج از نوبت کاری کرد مشکله؟ من این بعد مسئله این فردگرایی که تو ایران هست، این همه جا هست، تو خانواده هست، توی چپ هست، تو راست هست، تو وسط هست. شاه سایه خدا بود، آخوند روح خداست، یا چی میگم بهش، الان اسمش یادم رفته، یکی به هر حال هر همایل دوشون سایه خدا، یکی آیت الله آیه خداست. این داستان ها را باید تموم کنیم. آقا کسی اومد کاری کرد با ضوابط قانونی درست، درسته، نکرد نادرسته. ما اگه قبول اینه نکنیم،
باز هم اینها ایجاد میشه. فساد ربطی به آخونده نداره، به شاه هم نداره. فساد ربط داره به جامعه که چی رو میپذیرن چی رو نمیپذیرن. اگه ما نپذیریم نمیشه. وقتی خامنه‌ای میاد میگه که همه بگویند نه، من میگویم همه بگویند آری، من میگویم نه، و این فرهنگ استبداده. همین اطرافیانش اون زمان آقای بازرگان، من نمیدونم چرا بلند نشد بیا آقا آخوند، آخه تو که نمیتونی یه ملتی بگه نش، تو بگی آری که. چرا ما قبول نمیکنیم؟ چون این فردگرایی، بزرگان ما بزرگن. یعنی چی؟ من وقتی من خیلی مصدق رو دوست دارم، پدرم از بچگی این با مصدق و عکسش آشنا شدم، خیلی بهش علاقه دارم، ولی وقتی خاطراتش میخوندم به یکی از دوستان گفتم این مصدق مثل بچه ننه ها میمونه، همچی میگه مامان جونم اینجوری گفت، مامان جونم این بازی ها چیه، تو یک چیز هستی به اصطلاح اسطوره ای هستی، مگه بچه ننه ای؟ ما باید اینجوری فکر کنیم در مورد همه. مصدق من بهش خیلی علاقه دارم، ولی وقتی اینجوری حرف میزنم من فکر میکنم یه اشرافزاده بچه ننه است حرف میزنه. باید اینو درست بفهمیم، نباید بترسیم که به مصدق بگیم این یه اشرافزاده بچه ننه حرف میزنه اینجا. خیلی ممنون. یادتون باشه آقای قاسمی که اومد گفت که اینها مذهبی بودن، من گفتم آره من شنیدم مصدق مذهبی بوده، خمس میداده فلان میداده اینها، ولی با همه اینها از ارزشش برای من کم نمیشه. ولی قبول کنیم که مصدق تولید زمان خودش بود، خمس و زکات هم میداد. اگه اینو قبول نکنیم این فساد درست شدنی نیست. خیلی ممنون، من زیادی میتونم. با سپاس آقای احمدی. آقای فرشین برای بار دوم. آقای فرشین بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان من قبل از هر چیزی از همه شما عذر خواهی میکنم که گهگاهی به خاطر نکته های عجب غریبی که مطرح میکنیم وقت این جلسه رو میگیریم. این یک. جناب آقای علیجانی خیلی ممنون از صحبت هایی که مطرح کردید. نمیدونم وقتی تشریف آوردید من به مسئله انفال و به اصطلاح مشروعیت بخشی به این غارت تمام و کمال کشور به دست ولی فقیه و مشروعیت بخشش در اصل 45 قانون اساسی اشاره کردم، شما حتما اطلاع دارید. یه خلاصه کوچولویی گذاشتم اونجا، آقای فرح بخشم تکمیلش کردم. ببینید الان میخوام برم سر سوال اصلی. این سوال متوجه هر دو سخنران عزیز میشه که من هر دو عزیز رو دوست دارم. ببینید آیا شما میتونید در کل هستی ایران و مناسبات مردمی، مناسبات اجتماعی، فرهنگی، قضایی، ارزم به حضورتون که اقتصادی، هر جاییش گوشه ای رو پیدا بکنید که دستخوش فساد این رژیم نشده باشه؟ آیا شما رفتاری تا به حال از این رژیم دیدید که نشان بده اینها واقعا به سرنوشت مردم ایران، به اقتصاد مردم ایران، به ذهنهای جوان و نابغه ایران، به نیروهایی که میتونن سازندگان فردای ایران باشن و ثروتهای اصلی هستند، به عدم فروش ثروتها و خاک کشور و غیره و غیره و غیره، زبون بودنشون در مقابل بعضی از قدرت‌های سیاسی همسایه، آیا به این نکته ها توجه کردید؟ اگر کردید و اگر معتقد هستید که آنچه که عرض کردم حقیقت داره و این غارت کشور در قالب قانون اساسی مشروعیت پیدا کرده تحت عنوان انفال، آیا به این نتیجه نمی رسید که عبارت پاتولوژی فساد عبارت نارسایی است؟ بعقیده من این یک طاعون است، این یک قانقاری است، این یک مرگ مسلمه که داره خورده خورده اتفاق میفته. ما نشستیم منتظریم که کشور بمیره با تمام
ارکان هستیش. اگر چنین چیزی رو میپذیرید، در برابر جناح مقابل این نیرویی که هیچ علاقه ای به کشور نداره و کشور رو فقط برای غارت و کشتار میخواد، چه پیشنهادی میکنید؟ چه شعاری میدید به مردم که مردم بدن و خودشون رو خلاص کنن از دست این شر و عظمای تاریخ؟ خیلی ممنون. با سپاس از شما آقای فرشیم. خانم زیارتی بفرمایید دنباله بحثتون، یا بگم سوال دوم. سوال دوم من برای آقای علیجانی است که میخواستم ببینم ایشون اطلاعی در مورد این دکل‌های دزدی شده دارن، چون ما یه ما زمان احمد نژاد شنیدیم که یه دکل دزدیده شد و خب بعضیا گفتن احمد نژاد جاسوس انگلیس ها بود و این دکل رفت انگلیس، حالا همش هم به انگلیس میاد میرسه کسی هم، ولی خب یه چیز به این گندگی رو کسی نمیتونه همینجوری بدزده بدونی که هیچ کس بفهمه. بعد شنیدیم یه دکل دیگه خریدن از یه کشور دیگری، ولی هیچ وقت پولش هم دادن، ولی هیچ وقت به ایران نرسید. اخیرا یه حرف از دکل سومی میاد. آخه این دکل ها به این گندگی مگه میتونه آدم بذاره تو جیبش بدزده هیچ کی هم نفهمه؟ ولی از سرنوشت نمیدونم، حالا یکی دو تا سه تا متوسطش شنیدم، کسی میتونه اطلاعی داره حالا غیر از آقای علی جانی هم مثلا تو گروه هم هر کسی یه اطلاعی در این زمینه داره که این دکلا چی شد؟ مرسی. نگفت گم شد، احمدی نژاد گفت گم شده، نگفت دزدیدن. خواهش میکنم آقای فرابخش بزرگوار. دوستان اجازه بدید وقت رو به آقای فرزاد وحید برای 10 دقیقه و بعد به آقای علیجانی بدهیم تا بتونن جواب رو بدهن. آقای وحید بفرمایید. در زم خیر مقدم به آقای منیجر صالحی هم بگم بگویم. بفرمایید آقای فرزاد. در مورد تئوری های توته که خانم دکتر زیارتی راجبش صحبت کردند، من نمیتونم به صورت قاطع قبول بکنم، نمیتونم به صورت قاطع تکذیب بکنم. این تئوری های توته همیشه وجود داشتند و در این در صحت و سقم اونها واقعا نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. اینه که واقعا من عوض میخوام نمیتونم تأیید یا تکذیب بکنم. در مورد که چیزی من صحبتی یادم رفت بکنم راجع به مطبوعات آزاد که این یکی از دوستان بهش اشاره کرد، مطبوعات آزاد یکی از بهترین بازدارنده های فساد هستند. ما هم بگم مطبوعات آزاد باشند و بتونند به صورت اینوستیگیتی به قول انگلیس ها در مورد اختلاس هایی که میشه یا فسادی که وجود داره آزادانه بتونند تحقیق کنند و منعکس بکنند در روزنامه هاشون این حرفا، این خودش یکی از بهترین روش‌های جلوگیری از فساده. و متاسفانه مطبوعات ما الان این آزادی رو ندارند و این خب یکی از مشکلاتیه که باید در نظر گرفته بشه در یک حکومت آینده. مطبوعات آزاد بهترین منبع جلوگیری از اختلاس و فساد میتونن باشن. در مورد سیستم قضایی کشور من یه اشاره کردم که سیستم قضایی ما سیستم فاسدیه و اگر سیستم قضایی که وظیفش اینه که جلوگیری از فساد بکنه و با این گونه کارها برخورد بکنه، برخورد قضایی بکنه، خودش فاسد باشه، مسلماً این وظیفه‌ای که به عهده داره نمیتونه به خوبی انجام بده و
میگن هر چیز را که بگندد نمکش میزنند، وای به آن روز که بگندد نمک. خب سیستم غذایی ما اینطوری. دوست عزیزمون آقای فرشین در مورد دوران پاک تاریخ ایران صحبت کردن، اینجا های با هم ایرانی سراغ دادیم که ما که همچنین حکومت پاکی داشته باشیم. من خدمتتون عرض کنم که من در چندین پست راجع به دوران حکومت دکتر مصدق در فیسبوک به همین موضوع من اشاره کردم که واقعا یکی از پاکترین دوران تاریخ ما میتونه باشه. در اون زمان هیچکس، هیچ کدوم از اعضای کابینه اهل رشوه و دزدی و اینها نبودن، هیچ کدوم از فرمانداران و استانداران و مدیران کل و اینها اهل این کار نبودند، و اگر بودند خیلی راحت چون از بالا سیستم فاسد نبود میتونستن جلو اینا رو بگیرن. من درست خاطرم هست که بعد از کودتای 28 مرداد خب این سیستم فاسد شاهنشاهی دوباره شروع شد، و در یک زمانی به پدر خود من پیشنهاد ریاست فرهنگ آبادان رو دادن و پدرم قبول نکرد، و من اون موقع بهش گفتم که خب چرا قبول نمی کنی؟ بعد نیست کنی؟ گفتش بابا اینا همشون دوستن، و اگر ما بخوایم در یه همچین سیستمی فعالیت بکنیم نمیتونیم اون کاری که میخوایم با پاک دستی انجام بدیم، و در یه سیستمی که همه دوست باشند نمیشه. خیلی خیلی دیگه از دوستان پدر من هم که در اون زمان فرنگیان پاک دست بودن، اینا به هیچ وجه حاضر و همکاری با سیستم نبودن. در دوران دکتر مصدق من تصور میکنم که اگر ما بخوایم به دستاوردهای این دوران توجه کنیم، خیلی ها فکر میکنن که بزرگترین دستاورد او ملی کردن صنعت نفت و شیلات و کوتاه کردن دست استعمار بود، که البته درست هم هست، ولی من شخصا فکر میکنم که بزرگترین دستاورد او ایجاد یک حکومت پاک دست، حکومتی که از بالا تا پایین افراد خوشنام و افرادی که حاضر به دزدی و رشوه و اینجور چیزها نبودند، اختلاس اونا از بیت المال نبودند داشت، و این هم یک خاری بود در چشم بسیاری از اونهایی که اهل رشوه بودند. خیلی از اینها راضی نبودند که یه دستگاهی وجود داشته در مملکت ما که جلوی سوء استفاده های اینها گرفته بشه، جلوی دزدی های اینها گرفته بشه، جلوی اختلاسشون گرفته بشه، و ما یه همچین دورانی رو داشتیم، منتها خیلی دوران کوتاهی بود. در دوران دکتر مصدق ما نه زندانی سیاسی داشتیم، نه رشوه داشتیم، نه اختلاس داشتیم، مطبوعات آزاد بودن، هر چی می‌خواستن می‌نوشتن. همین مطبوعات آزاد خودش یک میشه گفتش که بازدارنده خوبی بود برای جلوگیری از فساد. متأسفانه دوران بیشتر از 28 ماه طول نکشید، و خب کشورهای استعمارگر نمی‌خواستن که یک حکومت ملی در ایران برقرار بشه، یک حکومت پاکدست برقرار بشه، به دنیا نشون بده که میتونه منابع زیرزمینی خودش در دست خودش داشته باشه، استقلال واقعی داشته باشه، و این میتونست یک سرمشقی باشه برای کشورهای دیگه دنیای جهان سوم، و این چیزی بود که اونها نمیخواستن. وقتی نخست وزیر انگلستان با رئیس جمهور امریکا در مورد ایران صحبت کردن، دلیل اصلی که امریکایی ها رو متقاعد کردند به
کودتای 28 مرداد که دست سیاهی سوار گرفت همین بود که میگفتن ما نمیتونیم یک همچین اگزمپری در دنیای سوم داشته باشیم، چون این برای منافع ما بسیار خطرناکه. در این دوران پاک در ایران وجود دارد و متاسفانه ما خودمون هم قدرش رو ندونستیم. در مورد مسئله دیگه که خانم زیارتی مطرح کردن در مورد دکل‌ها، ولی من شخصا اطلاع چندانی ندارم. من همون یک مورد رو درش شنیده بودم و خونده بودم که دکلی بوده که اینها پولش رو داده بودن ولی هیچ وقت وارد ایران نشد و این دکل سر از امریکای جنوبی در این چیزی بود که تا اونجایی بود که من اطلاع داشتم، ولی از دکل من دوم و سوم و اینها من هیچی نشیده بودم متاسفانه. در این مورد من نمیتونم کمکی بکنم. دیگه عرضی ندارم، اگر سوال دیگه هم باشه در خدمتتون. با سپاس از شما آقای فرزاد وحید. قبل از اینکه صحبت با آقای علی جانی بدم، خانم مهتاب بفرمایید. سلام. بفرمایید. ببخشید صدای من رو دارین؟ بله بله. من خوشحالم که بعد از مدت‌ها افتخار این رو داشتم که در کنار شما عزیزان باشم به واسطه حضور مامانم که اومده خونمون و پای ثابت جلسه های شما هستش. قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما و به خصوص آقای قاسمی عزیز. من صحبت‌ها رو از اول تا آخر شنیدم. ببخشید دوربینم، حالا دوربینم رو هم باز میکنم البته. ببخشید من این ذره آشفتم چون خستم از سر کار اومدم و اینا، ولی من از نظر سنی واقعا خب میتونم جای بچه شما باشم، همه کسانی که هستن در این جمع، و تجربه شما رو ندارم، اما چون از نسل جوون ایران هستم و صحبتهای شما رو شنیدم، طبق معمول اومدم که انتقاد بکنم. من میخوام بگم که موضوع بسیار جالبی رو انتخاب کردید، اما آیا همه ما که اینجا هستیم در مورد فسادی که در ایران در جریان هست اطلاع نداریم؟ حتما همه ما اطلاع داریم. آقای علی جانی به درستی اشاره کردن فساد در ایران دیگه اصلا فساد سیستماتیک نیست، در واقع فسادی که برای بقای جمهوری اسلامیه و اینا مثل مور و ملخ حمله کردن و از هر جایی که بتونن یه تیکه میکنن. اما انتقادی که من دارم، چیزی که میخوام بگم این هستش که من این سؤال برام این که ما بشینیم دور هم دیگه، یعنی آدمهایی از نسل شما با تجربه شما با سواد شما که همه آگاهن به وضعیت کنونی ایران، بشینن دور هم و در مورد این موضوع یا موضوعات دیگه‌ای که در جریان هستید صحبت بکنن، چه فایده ای داره؟ چه مشکلی رو از مشکلات امروز ایران حل میکنه؟ چه دردی رو از درد مردم ایران دوا میکنه؟ شما میدونید در ایران داره چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم درستش این هست که ما دنبال محفل داشتن نیستیم. علت این که خود من به شخصه، حالا شاید شما من نشناسید ولی آقای قاسمی یا بسیاری از دوستان که در این اتاق حاضر هستن، آقای انور میرستاری، سعید عزیز، بسیاری از دوستان من رو میشناسن، من یک اکتیویستم که کار میکنم. من فکر میکنم مسئله ما مسئله محفل داشتن نیست، مسئله گپ زدن نیست، مسئله راهکار پیدا کردنه. مسئله این هستش که ما اگر جلسه میذاریم، شما اگر جلسه میذارین، اگر حزب دارید، اگر کنگره دارید، من بارها خواهش کردم جلسه بذارید و راهکار ارائه بدید، حرفای تکراری نزنید. ما میدونیم در ایران فساد وجود داره، راهکار چیه؟ شما به عنوان کسانی که بخش اعظم عمرتون رو، بخش اعظم جوونیتون رو در تبعید گذروندین، به سرزمین مادریتون نمیتونید برید، آرزوی دیدن ایران آزاد رو در دل دارید،
چه کار مفیدتری از حرف زدن میتونید بکنید؟ شماها زبانتون عالیه، زبان فرانسه بلدید. شماها جایگاهتون در رسانه های این کشور کجاست؟ در پارلمان های کشورهای اروپایی جایگاهتون کجاست؟ چند تا پله در این سالها ساختید که من جوونی که اومدم بگم این 40 تا پله ساخته شده در این 40 سال، من برم وایسم پله 40 به بعد رو بسازم؟ من واقعا میدونم خوشایند شما ممکنه نباشه این حرفها، ولی من از نسل شما گله دارم. نسل شما نسلیه که به درستی دمتون گرم، آفرین، انقلاب کردید، اون رژیم دیکتاتوری رو از بین بردید، رژیمی که رژیم شاه به نظر من رژیم توتالیتر نبود ولی دیکتاتور بود، و واقعا دمتون گرم. اما اومدید در تبعید و در تبعید گرفتار شدید با محفل بازی، با جلسه های خصوصی، با اینکه زیر پای این و اون رو کشیدن. اگر یه جوونی وارد عرصه فعالیت سیاسی میشه، دوستان بسیار اینجا هستن میتونن تاکید بکنن، اون جوون بزرگ شده جمهوری اسلامیه، پس ما باید زیر پاشو بکشیم. من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، خیلی میخوام خلاصه بگم که از دید جوانهای داخل ایران، از دید گروههای سیاسی که من به شخصه باشون در ارتباط هستم، این محفل بازی ها و این حرف هایی که در یک گروه بسته زده میشه آگاهی ایجاد نمی کنه. همه شما میدونید در ایران چه خبره، همه شما همدیگر رو تایید می کنید، اما راهکار ارائه نمیدید، اما کار عملی انجام نمیدید، و این باعث میشه جوونها رو جذب که نکنید هیچی، دفع بکنید. و میدونید بخش اعظم جمعیت ایران جوونها هستند، آینده سیاسی ایران در دست جوونها هست. نگاه بکنید یک مثال بارزش، الان صحبتمو تموم میکنم، در گروه، مرسی امین جان، در گروه شما الان چند نفر آدم زیر 40 سال وجود داره؟ 40 سال و فاکتور میگیریم، چند نفر آدم زیر 50 سال وجود داره؟ چند نفر آدم زیر 55 سال وجود داره؟ وجود نداره، و این یک نقطه ضعف هستش. من دیدم آقای قاسمی عزیز از کنگره صحبت کردن که قرار تو ماه ژوئن باشه، خواهش میخوام بکنم از ایشون که فقط و فقط افراد همسن و سال و هم موزه خودشون رو دعوت نکنن، انرژی بذارن، وقت بذارن، جوونها رو دعوت کنن، پشت جوونها بیستن، افرادی که ممکنه باشون مخالف باشن رو دعوت بکنن، پشت جوونها رو خالی نکنن، چون پشت جوونها حاشیه زیاد ایجاد میشه و خب به نفع هستش که البته پشتشون رو خالی بکنن دیگه. باز هم براتون بسیار احترام قائلم، خیلی خوشحالم که واسطه مامانم تونستم حرفای شما رو بشنوم، ولی بچه های داخل ایران احتیاج به کمک جدی عملی دارن، ما راهکارهاشو داریم، داریم کار میکنیم، و من ازتون خواهش میکنم که به فکر این باشین که کار عملی انجام بدید. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید. با سپاس از شما خانم مهتاب، خوشحالم با صحبتهایی که کردید. آقای علی جانی بفرمایید. آقای علی جانی بفرمایید. بله بله، چند دقیقه فرصت دارم استاد؟ معمولا 10 دقیقه، ولی 12 دقیقه هم میتونید چون که وقت دارید. 10 دقیقه هم کافیه. حالا مهتاب صحبت های خیلی اساسی کرد، امیدوارم برای دوستان قابل تأمل باشه و توجه ویژه بهش بده. منم مهتاب رو میشناسم، پلیس دور البته شاید کمتر از بعضی دوستان، ولی میشناسم. ببینید بحثی که آقای احمدی کردن و آقای وحید به درستی پاسخ دادن، نیمه دوم بحث دیگه، نیمه اولش این که فساد چیه، چجوری به وجود اومده، چگونه کار میکنه، چه چشم اندازی فساد چه پیامدهایی داره، اما اینکه با فساد چگونه میشه مبارزه کرد و دوستان گفتن، من دیگه وقت زیاد نگیرم، فقط تیتروار بگم، فساد واقعا با دموکراسی و به ویژه آزادی بیان نسبت معکوس داره. یعنی شاخص های نرخ فساد و شاخص های آزادی عکس هم من، هر چقدر آزادی بره بالا فساد میاد. بحث قانون رو دوستان گفتن، بحث این که برای هیچ فردگرایی نباشه، هیچ امامزادهی درست نشه که
غیر قابل نقد باشه و حالا امامزاده اگه آدم خوب باشه دوربرش فساد کمتر شکل میگیره یا شکل نمیگیره، آدم بدی باشه خب شکل میگیره. بنابراین اصلا نباید امامزاده شکل بگیره، نظام قضایی مستقل و پاک بود. مثلا این مهمیه. منم یه نکته اضافه میکنم، تعارض منافع و تضاحم منافع هم هست که جهان براش قاعده قانون در آورده، یعنی افراد نمیتونن از رانتای اطلاعاتیشون استفاده بکنن یا رانتای موقعیتیشون، و اون استقلال قوه قضاییه و آزادی بیان و آزادی رسانه معمولا کنترل میکنه فساد. منم راجع اون دکلات چیز اطلاعات اضافه ای ندارم بگم، فقط میتونم مکانیزمش همین بوده، یه پولی میگیرم به عنوان که یه چیزی میخریم، حالا یا اصلا نمیخرم ارز از کشور خارج میشه یا میخرم ولی به ایران نمیرسه. یعنی فساد اینجوری شکل میگیره، چون دکل چیزی نیست که بشه تو جیب گذاشت و یا کاریش کرد. اخیرا هم دیدیم که یه پالایشگاه تو ایران اصلا لوله زده بودن، از شالوله پالایشگاه میدزدیدن، نزدیک بندر بوده و تو بندر خودشون صادر میکرد. یعنی دیگه به قول معروف ابتکار عمل بالاست. اما اون بحثی که آقا فرشین خب با احساساتم گفتن، حالا بس مشکل ما انفال نیست. ببین همینجا که خوندن میشه تا بر طبق مساله عامه، یعنی ما اصل 45، یعنی ما مشکلمون تو قانون نیست، مشکلمون تو نگاه حاکم و تو سیستم حاکم. میگه که همه این انفال باید بر طبق مساله عامه خرج بشه. اون جمهوریستانی که برای مساله عامه خرج نمیکنه، برای مسائل خاصه خرج میکنه. یعنی اینجا مشکل قانون نیست. حالا ایشون یه فرضی خارج از این اصل قانون داشتن که اینا اصلا میگن همه اینا مال حاکمه، در حالی که اینجا تو این اصل میگه در اختیار حکومته، نمیگه شخص حاکم. ولی تو جمهوری اسلامی در اختیار شخص حاکم، یعنی خمینی میاد بنیاد مستضعفین بود، خمینی خام میاد چیه ستاد اجرایی فرمان امام بود. یعنی همون جایی که به درستی آقا فرشین نقد کردن، یعنی در اختیار یه نفر، در حالی که اینجا در واقع میگه اقتصاد دولتی حکومتیه که بس میکنه. ولی مشکل تو همون تمرکز قدرت. حالا بخوام تو راه حلاش بریم، خب همون راه حلایی که در ابتدا بحث شد، عدم قانون و عدم دموکراسی و عدم استقلال نظام قضایی، خب ما باید بریم سراغ این مسائل. ولی یه چیز خیلی به قول معروف کانکرت بگیم، ما باید جلوگیری بکنیم از تمرکز قدرت. این تمرکز قدرت تمرکز ثروت، حالا تو ایران که نفتی هم هست، و حالا یه مسئلهش این که ما هیچ مقام مادام العمری توی قانون اساسی وارد نشه، شاه باشه ولی فقیه باشه هر چی باشه، رئیس جمهور هم که خاورمیانه بعضیشون مادام العمر میشن، یعنی حتی رئیس جمهوری که ما تو قانون می‌نویسیم موقت باشه عملا مادام العمر میشه، حتی اعراض به وراثتی میشه، حافظ اسد میمیره پسرش بشار اسد میاد. بنابراین باید دو چشمی و چهار چشمی مراقب باشیم. و یه نکته دیگه هم، ما چون اقتصادمون نفتیه و این تمرکز و قدرت هی شکل میگیره، باید هم ساختار سیاسیمون رو غیر متمرکز کنیم. حالا منظورم فدرالیسم اینا نیست، ولی یه مکانیزم میگیر بریم این ساختار غیر متمرکز باشه و نهادهایی داشته باشیم که بتونن دولت رو کنترل، و هر چقدر قدرت رو کنترل کنن ثروت و فساد هم کنترل میکنن. حالا سه تا چیز اصلیش احزابن، اتحادیان و نهادهای مدنی. یعنی احزاب سیاسی باید آزاد باشن، اتحادیهای صنفی آزاد باشن و نهادهای مدنی. اینا در کنار مطبوعات آزاد و به اصطلاح رسانه آزاد میتونن شفاف سازی بکنن، میتونن دولت رو کنترل بکنن و به هر حال نذارن اون لویاتان و اون قدرت مطلقه دولت، اون مفهوم که تو خاورمیانه زیاد داریم، شکل بگیره. حالا یه چیزی هم شاید اینجا دوستان اکثرا تفکر سوسیال دموکراتیک داشته باشن، اقتصاد سوسیال دموکراسی هم میتونه در واقع مکمل اون دموکراسی باشه. یعنی ما هم توزیع قدرت رو داشته باشیم، دموکراتیزی کردن قدرت و هم دموکراتیزی کردن ثروت، و این در واقع توزیع عادلانه تری بشه تا اینکه با فساد یه جای خاصی جمع بشه. حالا دوستان از دوره مصدق گفتن،
مرحوم زنده یاد خدا صابر یه فیلمی داره راجع به مصدق، دو بار BBC پخش کرده، مصدق از نگاهی دیگر، یعنی همون ما تو ایران خب چون احزاب نداریم افراد تعیین کنندن، حالا باید به سمت حزب بریم، اون نکته ای که آقای وحید هم گفتن که به هر حال سلامت مالی، یعنی ما یه ترکیبی از ساختار کنشگر رو باید داشته باشیم، هم ساختار و قانونمون درست باشه، هم کنشگرهای سالم بیشتر کمک میکنن. تو اون فیلم هدی صابر نشون میده که سختگیری های مصدق تو مسائل مالی چقدر دقیق رعایت میکنه. ما اینو خب تو بعضی از رئیس جمهوران میبینیم، تو جهان میبینیم، خب میان تو رسانه که حتی و تو بعضی قوانین هم میبینیم که مثلا اگر رئیس جمهوری دروغ گفته باشه مثلا باید مجازات بشه، یا رئیس جمهوری فرض کنید از اموال عمومی تو سوئد، تو کشورهای اسکاندیناوی بارها دیدیم از اموال عمومی برای مسائل شخصیشون، حتی در حد مثلا پول تلفن همسرشون دولت داده، یا یه سفر شخصی بچهشون مثلا با امکانات دولتی رفته. حالا اینجا یه مدار ساختارمند شده، ما باید به تدریج به اون سمت بریم. ما فرهنگمون هم که دوستان گفتن فرهنگ اینجوری نیست، هرچند فرهنگ مذهبی و ملی ما یه مدار این هست، حلال و حرام مذهب و پاک دستی تو فرهنگ ملی ما هست، ولی فرهنگ عمومیمون مثلا تو بازار ما فرار از مالیات یه چیز زرنگیه، یعنی طرف احساس نمیکنه داره از اموال عمومی میدوزده یا سوء استفاده از اموال دولتی بر از ماشین های سرویس های مثلا ماشین های ادارات بگیرین تا گرانت های خیلی بزرگتر. ما اینو متاسفانه تو اپوزیسیون هم داریم، تو انجمن صنفی مطبوعات ما میدیدیم گاهی یه کارگاه آموزشی تو خارج از کشور بود میخواستن سفر خارجی بفرستن، دوستان که دوست رفیقای خودشون میفرسته، و این فرهنگ ما بایستی تو اپوزیسیون هم داشته باشه. یعنی حالا ببین الان اومدن این آقای کاظم صدیقی چون آدم مهمیه، چون بزرگش کردن معلم اخلاقی، بعضی ریسیبیلی در بدن مشکلاتش رو، یا آقای محصولی، صادق محصولی که اسپانسر مالی ایناست، چون آدم پولداریه مسئولیت هم داره، چون آدم پولداریه لیست انتخابات هم میبنده. خب همین ما تو اپوزیسیون داریم، فلان آقا فلان نهاد یا فلان شخص خرج مثلا یه شخصیت یا آقای رضا پهلوی رو میده، براش میتونه بکن نکنم بگه تو این جمع نرو تو این جمع برو، این خیلی تاثیر داره. یعنی ما اختلاف های سیاسی رو میبینیم، اون پشت صحنه اقتصادیش رو نمیبینیم، این که جورج تان مثل ژله آب میشه فقط مسائل سیاسی، اختلافات سیاسی و شخصی و حال زنش بازی ببخشی یا عمو چی بازی نیست، یه بخشیش اسپانسرهای مالی پشت آقای رضا پهلوی بودن که اون اگه اون مسیر رو بریم ما دیگه به پول نمیدیم. اینی که این فساد که داریم میگیم ظرافت پشت، یعنی ظریف مسائل، حالا یه بخشی در جهان اومدن قاعده مندش کردن، ما تو فرهنگ خودمون، فرهنگمون حالا چقدر تو عمل جامعمون هست قابل تحمل، هم فرهنگ مذهبیمون هم فرهنگ ملیمون، این سختگیری ها و این دقت عمل ها تو مسائل مالی وجود داره، و متاسفانه ما در واقع با حکومتی مواجهیم که وای به روزی که بکندن نمک، یعنی روحانیت و مذهبی که میخواست کنترل کننده اخلاقی انسان ها باشه الان طغیانگره، و عکس العملشون اخلاق هم تو ایران از دوره باستان از دوره زرتشت بگیریم بیان تو بالا، پایش روی مذهب بوده، تو چین اینجوری نیست، پایش روی برحال اون کنفوسیوسیسمه، توی خیلی کشورهای دیگه حالا خاورمیانه پایه اخلاق رو مذهب، یعنی فونداسیونش رو مذهب، و وقتی این فونداسیون خراب میشه اون ساختمون هم میریزه. الان ساختمون اخلاقی ما یا ساختمونی که پایه ملیت و مذهب روش سوار بوده، این ساختمون پایه هاش لرزیده و ما با یه بحران اخلاقی تو جامعه سر و کار داریم. این هر کی میخواد رو دوش اون یکی بره بالا، و ما اینو باید ببینیم. متاسف البته جنبش ها انقلابات تیزاب سلطانی هن. یعنی آدم ها وقتی وارد یه جنبش و انقلاب میشن میبینید در خونه ها باز میشه، هم دوره انقلاب دیدیم، هم جنبش سبز دیدیم، هم جنبش 1401 دیدیم، یعنی مردم از اون پیله خودخواهی و فردگراییشون خارج میشه، به ماگرایی و دیگر پذیری میرسن، یعنی انگار پوره آدم ساز پرورش پخت و پز آدم هم هست.
یعنی من بدبین نیستم، ما یه جامعه محافظه کاریم در مجموع، در تاریخ اون جامعه محافظه کاری بودیم، به این معنا که ترموستاتامون وقتی که گرما یا سرما از یه حدی بیشتر می شده ترموستاتای ملی ما کار می کرد. یعنی ما جامعه مثلا با روسیه فرق می کنیم، حالا من نمیخوام وارد این موضوع بشم. به هر حال من با آینده خوشبینم، حتی به این بزرگترین آسیبی که این روحانیت و آخوندها به جامعه ما زدن که فراتر از آسیب اقتصادی است. به قول زندیات مهندس صاحبی میگفت که اقتصاد ایران شاید بشه 20 ساله درست کرد، این جمهوری اسلامی نباشه، ولی اخلاق مردم رو دو نسل لازم داره. یعنی ما یه تراپی جمعی نیاز به یه تراپی جمعی داریم. آسیب اخلاقی که حکومت به ما زده و یه گوشش تو فساد عمومی، نه فقط فساد حکومتی که خودشون نشون میده، راه سختتری است، ولی من با آینده خوشبینم، چون ما این پتانسیل ها رو تو فرهنگمون داریم. اگر بتونیم تو یه حکومت دموکراتیکی داشته باشیم و تو قوانینمون هم اینا رو ببریم و به قول معروف ببندیم راه فساد و طغیان سیاسی اقتصادی رو، ببین ترامپ اگه تو خاورمیانه بود میشون یه صدام حسین، ولی ترامپ تو آمریکا خلاصه دستپاشو میبنده گام. یعنی اون شخصیت ترامپ شبیه شخصیت پوتینه، اگه ترامپ تو روسیه بود میشد پوتین، ولی ترامپ و دموکراسی آمریکایی میتونه دست و پاشو ببنده. حالا ما هم باید به صلاح و آموزش و پرورش و تربیت و اینا باید توجه بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم با اون آسیب شناسی که آقای وحید کردن، و هم ساختار سازی بکنیم، و این در حال نیازمند زمان هست و نیازمند تجربه آموزی از دنیا هست. یعنی ما همون گونه که الان داریم عدالت، بحث عدالت انتقالی رو داریم منتقل میکنیم، فعالین حقوق بشری ما دارن منتقل میکنن به داخل ایران، و این آموزش و این سواد عمومی رو بالا میبرن در رابطه با عدالت انتقالی. مبارزه با فساد هم در جهان ادبیات داره، تجربه داره، مدل داره، اینا رو هم میتونیم. خیلی ممنون از وقتی که با سپاس از شما آقای علیجانی. دکتر قائم مقام بفرمایید. دکتر قائم مقام با تشکر. من یکی از این دوست چند از گوینده جلوتر خانم جوان صحبت کردن، اسمشون رو متاسفانه ضبط خانم مهتاب. مهتاب بله، ایشون چند تا صحبت کردن که واقعا اینا رو خواستم من بعضیاش رو جواب بدم. صحبت میکنن که جوانها رو دعوت نمی کنید، به خصوص در خطاب به آقای دکتر فرهنگ قاسمی گفتن که این جلسه به اصطلاح چیزی که اخیر در آینده دارین از جوانها دعوت کنید. ایشون من نمیدونم، بعد ازشون سوال بکنم که ایشون بچه دارن ندارن. اگه بچه دارن، افرادی که اینجا بچه دارن میبینن بچه های اینجا، جوان های اینجا جذب فرهنگ اینها میشن، اصلا کاری به ایران ندارن و زوری نیست، و لذا اینه که برین جوان ها رو جمع بکنین، جوان ها خودشون باز بیان، و جوان ها اولا خیلی جوان ها همه جذب فرهنگ اینجا شدن، و اینه که کار زیادی اونجوری نیست که شما برین دنبال اینا، و اینه که گفتن شما ما مطالب تکراری میگین، تا مطلب و موضوع مسئله رو نگن که جوابش به دست نمیاد، و این تکرار اینها حواس همه رو جمع میکنه که خب پایه کجاست، خاطرش رو میندازه. البته درباره جواب هم خیلی ها صحبت، خیلی جا صحبت کردن، جا هم داره که بیشتر صحبت بکنن، ولی مثلا جوان ها صحبتی است که ایشون توجهش ندارن، مطمئنا بچه ندارن، نمیدونن که بچه ها اینجا از فرهنگ خارج میشه. بان شما دکتر قائم مقام تمام کردید؟ بله بله، خیلی ممنون دکتر. آقای صالحی
منم وقت گرفتم. بله بله و وقت بعد از آقای صالحی به چند دقیقه آقای فرشیم داریم، خانم مهتاب میخواد صحبتی کنه. من حتما میرسیم، خواهش میکنم. نمیشتم آقای صالحی بفرمایید. بله میکروفون من بسته بود. اولا سلام عرض میکنم حضور همه و میبخشید که دیر رسیدم، کار دیگه داشتم. من الان که صحبت فساد شد چک کردم، ایران در سال 1900 در سال 2023 در ردیف 149 بین 180 کشور مقام 149 و در فساد داشت، یعنی خیلی بالاست در نسبت به سال قبل، یعنی 2022 دو درجه رفته بالا، یعنی سال 22 147 مین بود، حالا شده 149. این یه نکته بود که خواستم به عنوان اطلاع در اختیار دوستان بذارم. دوم این که مطالعاتی که من دارم اینو میگه دو جور فساد داریم. یکی فسادی است که دستگاه دولت و اونهایی که دیوان سالاری دولت رو در اختیار دارن با امکاناتی که دارن میتونن از موقعیت‌های خاصی استفاده بکنن، در واقع ثروت ملی رو بکشن بالا. این نمونه آقای کاظم صدیقی یکی از این نمونه هاست. اما یه نوع فسادم داریم که به دولت ربطی نداره، این کلیت جامعه رو در بر میگیره و نمودار این فساد درجه فقر در یک کشوره. هر چقدر جوامع فقیرتر بشن، فساد در سطح اجتماعی گسترده تر میشه، اونم به خاطر اینکه مسئله تنازع بقاست. برای زیستن شما وقتی که با محدودیت‌های مالی بسیار روبرو هستید سعی می‌کنید از هر نوع امکان استفاده بکنید، از زورگیری و نمی‌دونم بانکزنی و این چیزایی که توی جامعه ایران هم می‌بینیم وجود داره، در کشورهای دیگه هم وجود داره، یعنی رابطه بلاواسطه با درجه فقر در کشور داره. مسئله دولت، اون دیوان سالاری دولت بحث دیگری است و در دیوان سالاری دولتی در همه کشورها فساد وجود داره، حتی در خود همین آلمان سال گذشته یه نمونه فساد وجود داشت، 50 میلیارد دلار کشیدن بالا. و البته دولت آلمان در این رده بندی که من ازش نقل قول آوردم درجه 24 روم داره، با اینکه یه دونه چیز فسادش 50 میلیارد دلار بوده. در هر حال من خواستم فقط این دو نکته رو گفته باشم محض اطلاع برای دوستان. مرسی. با سپاس از شما آقای صالحی. آقای فرشیم برای بار سوم خواهش میکنم کوتاه بفرمایید. چشم آقای خلف. جناب آقای علی جانی، من جدا از شگفت زده شدم از قسمت پایانی صحبت‌های شما و دیدم که همچنان امیدوارید که در چنین شرایطی بتونید یه دموکراسی درست بکنید. اگر توجه می‌کردید من در قسمت دوم صحبتم عرایزم عرض کردم که این قانون انفال در واقع قانون غارت کشوره و از همین جا بود که واقعا دلم گرفت به خاطر کشوری که یک به عنوان یک تمدن قدیمی و باستانی، به عنوان یک تمدنی که تورسته بود به مثلا اوجهای بسیار شکوهمندی برسه، امروز چیزی در واقع ازش باقی نمونده به جز دزدی، به جز دروغ، به جز حکومت یک حاکمی که اصلا به دولت اعتنایی نداره. شما چرا از دولت صحبت میکنید؟ مگر یادتون نیست آقای خاتمی گفتن که ما فکر میکنم کلمه آبدارچی یا امربر، امربر حاکم هستیم، امربر ولایت هستیم، یعنی تدارکچی. بله تدارکچی، بله تدارکات چی،
ایشون دیگه چه شکلی به ما بفهمونن که بابا دولت هیچ کار است، دولتی که از رأس تا رجلش دزده، همشون بارها و بارها دزدی کردن. بعد من از شما تقاضا کردم، پیشنهاد کردم، عرض کردم که این کل این کشور رو مرگ گرفته، داره از بین میبره، مرده اصلا، ما باید منتظر بشیم که براش ختمش رو بگیریم. در واقع همین، مگه هزاران بار ما میخونیم که کشور در آستانه سقوط مطلقه، منظورمون چی هست از سقوطه؟ وقتی هواپیما آقای فرشید آقای خلف یه دقیقه شب یک دقیقه اجازه بدید. بعد از این مقدمات که من عرض کردم آقایون غارت کشور رو قانونی کردند، اون قانونم برای مردم هم نیست، دست دولت هم نیست، از شما پرسیدم که چه راهی در واقع پیش پای جناح مخالف که همین خانم مهتاب یکی از نمایندگانش بودند و به من هم یکی جفا کردند، چون من حرف ما از موضع همین ایشون میزدم در تصادفا، پیشنهاد میکنید و شما به ما گفتید که ما اگر بتونیم خوشبین هستیم بتونیم یه دونه دموکراسی درست کنیم، مگه تو شرایط حاضر ما میتونیم دموکراسی درست بکنیم؟ اصلا کی به شما اجازه میده یه دونه رأی درست بندازید توی صندوق و اصلا اون رأی رو در بیاره و لحاظ بکنه در چیزش در شما رسیدش؟ آقای فرشید، خواهش با سپاس از شما. خانم مهتاب کوتاه خواهش میکنم، کوتاه، چون وقت ما داره تموم میشه، بعد به آقای فرزاد و آقای قاسمی وقت بدم با، چون که جمع‌بندی باید کنیم. بفرمایید خانم مهتاب. مرسی، من دفعه پیشم البته کوتاه صحبت کردم. من فهم خواستم به اون دوست عزیزی که لطف کردن و صحبت کردن پاسخ بدم. اولا من بچه دارم، من مامان یه دختر 14 ساله هستم و دخترم رو در جریان انقلاب زن زندگی آزادی با خودم می آوردم توی تجمعها و حالا اینجا قرار نیست من بگم من چجوری بچه‌مو تربیت کردم، چقدر برام مهمه که فارسی یاد بگیره، ولی مسئله من بحث روی بچه‌های 13 14 ساله نیستش، مسئله من جوون‌هایی هستش که اینجا آماده‌اند. خب ببخشید یک لحظه به من اجازه میدین، ببخشید یک لحظه، من یک لحظه دوربینم برم، یک ثانیه، یک بخشید، من معذرت خواهی میکنم. من دارم در مورد در دو بخش میخوام پاسخ بدم. اولا و مهمترین بخش در اروپا، در فرانسه‌ای که همه ما هستیم، جوانهایی هستن که حاضر و آمادن که کار سیاسی بکنن که بها بدن. آقای قاسمی عزیز خوب خاطرشون هست، ما رفته بودیم جلوی سفارت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، آقای قاسمی حضور نداشتن اونجا، هیچ کدوم از نسل عزیز شما حضور نداشتن، ما 20 تا 25 تا جوان بودیم، رفته بودیم اونجا برای اینکه کمپین ایجاد شرمساری رو اجرا بکنیم، فیلم میگرفتیم از تمام کسایی که میان رأی بدن، فیلم رو همزمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکردیم. بعد از این که کارمون تموم شد رفتیم به یک تظاهراتی که آقای قاسمی عزیز و دوستانشون گذاشته بودن، دوستانی که بعضن چپ بودن، حالا من خودم هم چپم ولی جالبه که چپ های پاریس من رو چپ نمیدونن، با اینکه پدرم زندانی سیاسی چپ بوده، مادرم همینطور، ولی خب اینا تئوری توته دارن دیگه. ما آقای قاسمی اینجا حی و حاضرن میتونن شهادت بدن، ما 20 تا جوون رفتیم اونجا، یک سری جوونها پرچم شیر و خورشید دستشون بود. من به شخصه شاید این حرفم خوشایند همه جمع نباشه، من به هیچ پرچمی قبل از آزادی ایران و قبل از رفراندوم اعتقاد ندارم. من معتقدم که ما باید ایران را آزاد بکنیم، رفراندوم داشته باشیم، مردم رأی بدن که قراره چه پرچمی داشته باشیم. به هر حال یه سری جوونی که وقتشون رو گذاشته بودن آمده بودن برای تظاهرات، جلوی سفارت ایستاده بودن، همه ما جریمه شدیم اون روز اونجا، کارت هامون رو گرفتن همه جوونها، نفری 125 یورو جریمه شدن، من چون لیدر بودم 700 یورو جریمه شدم، جریمه ها رو با افتخار پرداختیم. اما یه سری جوونها با پرچم شیر و خورشید اومدن و دوستانی که کنار آقای قاسمی بودن، آقای بهروز عارفی، حالا اسم نمیبرم از همه دوستان، شماها میشناسیدشون، وایسادن و خجالت آور، دوستان خجالت آوره که کتک کاری شد اونجا،
که اون جوونها رو داشتن میزدن که شما چرا با این پرچم اومدید. تنها کسی که من الان صحبتم رو تموم میکنم، تنها کسی که کنار اون جوونها ایستاد آقای فرهنگ قاسمی بود. و من منظورم در پاسخ به اون دوست عزیز این هست که وقتی میگم باید جوونها رو جذب کنید، منظورم اینه که اگه یه جوونی با پرچم شیر و خورشید میاد، اگه یه جوونی با پرچم کردستان میاد، اگه یه جوونی با پرچمی میاد که چپا دست میگیرن وسطش نوشته ایران، اگه یه جوونی مثل من میاد که اصلا اعتقادی به پرچم و ناسیونالیسم نداره، شما وظیفتون هست اون جوان رو جذب کنید، بهش تریبون بدید، پشتش بایست. راه ساده راهی هست که شما دوستان عزیز پیش گرفتید. من خیلی غمگینم، خیلی متاسفم که آقای فرهنگ قاسمی عزیز پدرش یعنی بیچارش کردن. من دیدم چقدر توهین کردن، چقدر به ایشون حرف زدن سر اینکه ایشون پشت ما جوونا ایستاده بود. و در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ آقای قاسمی کنار کشید، عقب نشست و راهی که راه ساده تره، بله در پاسخ به اون دوست عزیزی که صحبت کردن، این راه ساده اینه که ما یه محفلی درست کنیم از دوستان هم سن و سال، از دوستان هم نظر بشینیم حرف بزنیم. ولی با این راه ما نمیتونیم کار عملی در رابطه با ایران انجام بدیم. و نکته دوم و آخری که میخوام بگم در داخل ایران هستش. آیا هیچ کدوم از شما دوستان، در مورد آقای علیجانی صحبت نمی کنم چون ایشون به هر حال هم از جنبه موافق هم از جنبه مخالف که ملی مذهبی بودن، الان نمیدونم گرایششون چی هست و به هر حال سنشون کمی کمتر هست، در ایران شناخته شده هستن، اما آیا هیچ کدوم از شما دوستان سعی کردید که در بین جوانهای ایرانی پایگاهی داشته باشید؟ آیا پایگاهی دارید؟ من صحبتم این هستش و مرسی که به من فرصت دادید، ببخشید طولانی شد. با سپاس از شما خانم مهتا. آقای وحید فرزاد، بعد آقای علیجانی، بعد آقای قاسمی. خواهش کنم دوستان دیگه فرزاد نه. آقای فرزاد وحید. وحید. متشکرم آقای قاسمی. آقای فرزاد وحید، آقای علیجانی، بعد آقای قاسمی برای پایان و جمع‌بندی و صحبت خودشون. بفرمایید آقای فرزاد وحید. من صحبت‌های خانم مهتا رو خیلی با دقت گوش دادم و ایشون خب احساسات بسیار خوبی دارن و دوست دارن که فعال باشن، ولی یه چه کمبوتری کردن، گفتن که شما هیچ گونه راهکاری ارائه نمی کنید. در این صحبتی که من کردم 8 مورد از قوانین فسادزا رو دونه دونه بیان کردم. این 8 مورد در مورد قوانین فسادزا بود و 4 مورد از قوانینی که جلوی چاله های قانونی رو میگیره در انتها بیان کردن. یعنی این نبود که ما فقط شکوه بکنیم و نمیم شکایت بکنیم و بگیم این بده اون خوبه، ما راهکار هم ارائه میدیم. و این کم رتبی ایشون بود که گفتن که هیچ راهکاری ارائه نشده. دوست داشتم که به این توجه میکردن که این راهکار ما ارائه دادیم که باید این قوانین عوض بشه و در موردش یه مقداری هم صحبت کرد. عرض دیگه ای ندارم. با سپاس. با سپاس آقای فرزاد وحید. آقای علیجانی خواهش میکنم بفرمایید. بله، من فقط در رابطه با صحبت آقای فرشید بگم، من عذرخواهی میکنم از آقای فرهنگ قاسمی چون باید برم. آقای فرهنگ قاسمی در یادل من رو ببخشن. فقط یه کوتاه بهشون بگم من متوجه نشدم که ایشون از کجای حرف من در آوردن که از تو جمهوری اسلامی دموکراسی در بیاری. سوالی که ایشون کردن خب خارج از بحث بود، اون بحثمون فساده و فساد رو یه مدار توصیفی بحث کردیم، یه مدارم راهکار فقط در رابطه با فساد، این که ما با کل شر جمهوری اسلامی چه کار باید بکنیم. تاریخ درخشانی قبلا داشتیم و این تاریخ درخشان فقط جمهوری اسلامی نابود کرده، اینا خب یه خوده قابل بحثه. ولی من در اون تحلیلایی که رو جمهوری اسلامی میکنم با ایشون هم نظرم، ولی اصلا من وارد بحث این که با جمهوری اسلامی چه کار باید کرد نشدم چون خارج از بحث ماست. فقط در رابطه با
فساد گفتم که باید دموکراسی باشه، قانون باشه، قوه قضاییه مستقل باشه و تجارب جهانی رو استفاده بود. حالا آقا فرشین دوباره اشتباهشون تکرار کردم، گفتم اصل 45 اصل غارت ایران. حالا نه بنده حقوق دانم نه ایشون، ولی ظاهرش رو بخونید میگه همه این اموال عمومی باید بر طبق مصالح عامه خرج بشه، نگفته که برای آخونده خرج بشه. اینکه شما همه چی میخوان سر اموال و مسائل، اونو بحث مذهبیه، من بنده مذهبی هم، نفرتی هم از مذهب ندارم که بخوام نفرت ضد مذهبی بروز بدم، هیچ تعصبی هم ندارم که بخوام مذهب و تبرئه بکنم، ولی اصل انفالش ربطی به غارت ایران نداره. اینجا اصلش هم بخونید گفته طبق مصالح عامه خرج بشه. حالا آخونده اینه طبق مصالح شخصی خرج میکنه دیگه، به انفالش ربطی. ضمن اینکه من معتقدم اصلا قواعد فقهی و فلان که تو هر دینی هست، تو اسلام، یهود، مسیحیت، زرتشت، مال دوره تاریخی خودشه، ما در زمان خودمون باید بر اساس عقل و خرد و تجربه خودمون تصمیم گیری کنیم. هیچ ربطی نداره ما تو قانون اساسی بنویسیم امثال بنویسیم هر چیزی. هیچ ایدئولوژی وارد قانون اساسی نباید بشه، هیچ ایدئولوژی وارد دولت و حکومت نباید بشه. ایدئولوژی ها، هر ایدئولوژی مذهبی، ضد مذهبی، فمینیست، سبز، ناسیونالیست، فدرالیست، طرفدار محیط زیست، موافق سخت جنینی، مخالف سخت جنینه، این ایدئولوژی ها تو حوزه عمومی میتونن با هم رقابت کنن، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ کدومشون هم نباید ممنوع بشن، وگرنه زیرزمینی میشن، هیچ کدومشون نباید ممنوع بشن، تبلیغات میکنن، ولی اون چیزی که وارد پارلمان و وارد حکومت میشه برنامه است نه ایدئولوژی. شما یه برنامه رو به رأی میذارید، اگه رأی آورد میرین تو حکومت، بعدم رأی نمیارین خراب میکنین، بیرونتون میکنن، خوب کار میکنین دوباره بهتون رأی میدن. بنابراین ایدئولوژی ها، بهمن دو تا کتاب راجع به ایدئولوژی داره، تو ایران هم چاپ شد. بنابراین بحث و دعواهای ایدئولوژیک تو سیاست نیاریم که امثال منشأ غارت ایران، من اصلا اینجوری نیست. همین اصلا بخونید میگه برای مسئله عامه هزینه میشه، و بحثای ایدئولوژیک رو بذاریم تو عرصه ایدئولوژی بحث کنیم و ما که ظاهربین نیستیم که آقای علی جانی، خواهش میکنم آقای فرشین، آقای فرشین ما ظاهربین نیستیم قربان، چی نیستیم؟ خواهش میکنم آقای فرشین، آقای علی جانی ادامه بدید. بله من کلامشو نشت. آقای فرشین لطفا بذارید صحبت شما. ببینید بحث ایدئولوژیک رو ببین، اصلا حالا ما ناخواسته، من فرشین رو تاسفانه شناخت ندارم، قطعا دوستانی که اینجا هستن همه بر اساس حسن نیت، بر اساس دلسوزی برای مملکت، برای دلسوزی برای ایران اومدن، و یعنی وقتتون به جای اینکه اینجا بذارین میرفتیم حداقل استراحت میکنیم از این نظر. ولی یه چیزایی رو توجه کنیم، اگر یه سری اختلافات فرعی رو دماش رو ببریم بالا، ما باعث تفرقه درون جبهه نسبتاً مستقل اپوزیسیون میشیم. یکی بیا ضد مذهبی برخورد کنه، یکی ناسیونالیستی افراطی برخورد کنه، یکی فدرالیستی، یکی ضد فدرالیست. من معتقدم میان روهای همه طیف هست، همه رو هم تاکید میکنم، اینها باید با هم گفتگو داشته باشن، نمیگم تشکیلات بزنن، نه گفتگو داشته باشن. اینایی که با هم وحدت نظر بیشتری دارن، اعتماد بیشتری دارن، اونا میتونن با هم تشکیلات بزنن، جبهه درست کنن، بلوک بندی های سیاسی شه مشروط خواه برای خودشون بلوک درست کنن. حالا یه دشون افراطی و فاشیست و ضد همن، یه دشون هم آدم های فهمی دادن میانه روی هستن. الان صدای بلند مال اون فاشیستاشونه. تو جبهه فدرالیستان بعضیشون آدم های معقولی هم، بعضیشون آدم های ضد همه، برعکسش هم تو ملیون هم همینه، تو ملی مذهبی هم همینه، تو استاد طلب هم، تو همه طیف ها. ما ایران رو موقعی میتونیم نجات بدیم که همه طیف ها میرن راه کم هزینه ترشون، راه پر هزینه شون که جنگ همه با هم، حکومت هم سود اصلیشون میبره. تجربه جورجتان جلو چش ماست دیگه. حالا اونایی میگن 57 ردیان ردیان، شما اونا اگه 57 50 سال پیش رد شدن، شما که 50 روز پیش رد شدی، تجربه منفی داریم دیگه. برید یه دو سال فکر کنین چرا این بلا رو سر جنبش ایران آورد. البته جنبش ایران عامل اصلی مشکلش سرکوب و نمیتون گردن اینا بسه، ولی یه دلیلش هم افراطیونن، یعنی ما افراطیون مذهبی، افراطیون ضد مذهبی، افراطیون ملی، افراطیون ضد، افراطیون فدرالیست، افراطیون ضد فدرالیست،
افراطیون فمینیست، افراطیون ضد فمینیست و مرد سالاری که الان سلطنت طلب اصلا ضد زن دارم فعالیت. من فرمولم اینه، حالا اگه فرمول خیلی کلی بخوایم، من طرفدار گذار تحول طلبانم. شاید تا حالا 20 تا مقاله و سخنرانی هم راجع به گذار و تحول طلبی نوشتم. من براندازی رو قبول ندارم، من گذار تحول طلبانه رو قبول دارم. البته اینو نظام جمهوری اسلامی تعیین میکنه که ما مجبوریم انقلاب بکنیم یا میتونیم تجربه آفریقای جنوبی، لهستان، اسپانیا، شیلی، شیلی همین پینوشه جنایتکار خلاصه هولش دادن، حکومت رفت بیرون. آیا آینده ایران مثل شوروی فرو می پاشد؟ این یه گزینه است. آیا مثل انقلابات مهم تاریخ می شود؟ این یه گزینه است. آیا گذار اتفاق می افته؟ گذاری که با کمتر خشونت کمتره. من گزینه ترجیحی می سومی. ولی اگه انقلابم بشه که من تو صف حکومت وای نمیستم، تو صف مردم وای میستم. ولی ترجیح همین این که گذار اتفاق و گذار مسالمت آمیز یا گذار تحول طلبانه الزاماتی داره که یکیش اینه که ما افراط نکنیم. خیلی ممنون، ممنون از وقتی که دادین. من با اجازه آقای قاسمی و بقیه عزیزان خداحافظی. با سپاس از شما آقای علیجانی، با سپاس، آرزوی سلامتی دارم. آقای قاسمی بفرمایید. بله، با سپاس فراوان از دوستان گرامی که سخنرانی کردند، آقای الجانی که تشریف بردند، دیر اومدند زود رفتند، و آقای فرزاد که از ابتدا از جلوتر از همه اومدند و سخنان بسیار خوب و با متد و بیان کردند و اصولی که هشتگانه رو مطرح کردند خیلی اصول مهمیه. به هر حال همه ما استفاده کردیم از سخنان آقای فرشین و بقیه دوستان که دخالت کردند در این بحث و گفتگو. من این بخش رو سعی میکنم این مقدار کوتاه بکنم. امشب مهتاب اومده اینجا، مهتاب عزیز، مهتاب قربانی، که شاید ما بیشتر از، یعنی من و او، یا حداقل من و او بیشتر از خیلی از کسای دیگه با هم بودیم و همکاری کردیم و همدیگر رو خیلی خوب می‌شناسیم. صحبت‌های مهتاب مثل همیشه شوکاوره و در این حال که شوکاوره توش یک حقیقت هست. مهتاب یک زن عملگراست، در این حال یه زن خوشفکره. در واقع میشه گفت که دختریه که به سرعت وقتی به فرانسه رسید تونست پیشرفت بکنه و زحمت کشید و مادرش خانم عطایی که در جلسات ما مرتب شرکت میکنند، تو کنگرامون شرکت میکنند، بسیار بسیار یکی از انهای نمونه به نظر اونایی که من میشناسم هست. ایشون سه تا دختر رو با دست تنها، با دست خالی در فرانسه و ایتالیا و همینطور کشور بزرگشون کرد و هر کدومشون الان اسمشون و کارهاشون مطرحه در سطح به حال ایرانی ها. اما خب یک سری صحبت هایی که مهتاب کرد من میخوام انتقاد بکنم. مهتاب جان، اینجا محفل نیست، ما در واقع یه حزب هستیم و من به هم بر میخوره که شما بگید محفل. ما یه کار تشکیلاتی داریم انجام میدیم، برنامه داریم، هدف داریم. شما خیلی از اینا رو میدونید، حتی در ابتدای تشکیل شدن اینجا هم شما بودید، تا حدودی کم و بیش بودید، ولی خب بعدا به دلایلی نبودید
ولی مطمئنم که ما رو دنبال می کردید و می کنید. واقعا جای گپ زدن هم نیست، ما کار میکنیم مثل بقیه کارهایی که شما دیدید. اینجا دوستانی که هستن کار میکنن، زحمت میکشن، میان. خب شما میگید که، اول یه چیزی رو بگم، هیچ کدوم از ماها به درستی همون راهی نرفتیم که پدرانمون رفتن. جوونیامون رو یاد بیاریم هممون. من یادمه که اولین بار که مسلح شدم، اسلحه داشتم، پدرم که میشناسیدش به هر حال متوجه شد که من تو خونه اسلحه دارم، با هم دعوا کرد و یعنی با هم صحبت کرد، نصیحت کرد، فلان کرد اینا، ولی به کارم نرفت، کار خودم انجام دادم. و به هر حال این تفاوت نسل هاست که این مسئله رو مطرح میکنه، ولی از پدرم خیلی چیزا یاد گرفتم که امروز به کارم میخوره. همه ما ها همینطوری بودیم. بنابراین این تفاوت نسل ها رو حفظ بکنیم. صحبت هایی که دکتر قائم مقام کردند، به خصوص وقتی میایم به خارج از کشور، میبینیم که این قضیه تغییر پیدا میکنه. اما با همه این حرفایی که گفته شد، من گفتید جوون ندارید. جوون رو به چه سنی میخواین بگیریم؟ اگه به سن مثلا 45 سال که اولین رقمی بود که شما دادید بگیریم، من حساب کردم اون چیزایی که اینجا الان حاضر هستند 34.8% اینجا آدمایی که هستن حدود کمتر از 50 سال دارن و بنابراین این خودش یه رقمی. ببینید خودش در ایران، شما گفتید که وضع چجوریه. بله ما در ایران چیز داریم، واحد داریم، فعال داریم، فعالیت میکنند و در جریانات سیاسی هستند و بخشی از اونها در جبهه ملی ایران در سطح رهبری هستند و عضو حزب ما هستند. جبهه ملی ایران هم علارغم اینکه خیلی کتک برده، خیلی در شرایط ناگواری وجود داره هستش و به اجازه فعالیت بهش داده نمیشه، همونطوری که آقای علی جانی گفتن و من بیشتر از چیزهای دیگه اطلاع دارم، ولی جوونهایی هست، جوونهای ما، اینایی که میگم جوونن، پایین حدود 30 سال دارن، 30-35 سال دارن، الان یکی دوتاشون اینجا هستن. اینها در سطح رهبری جبهه ملی قرار دارن، یعنی در هم هیئت اجرایی قرار دارن و هم در شورای عالی هستند. و بعد هسته هایی رو ما در ایران داریم به وجود آوردیم و اینها به طور مخفی دارن کار میکنن. عجیب غریب نیست، زیاد نیست، ولی داریم یواش یواش جلو میریم. یعنی یه کار تشکیلاتی حساب شده داریم انجام میدیم. اما این که چرا ما با همه کار نمی کنیم، خب شما بهتر از همه می دونید. من مخالف همه با هم هستم، اما موافق آزادی و دموکراسی هستم. هر وقت من یعنی تا موقعی که من بودم با هم می رفتیم به تظاهرات، وقتی نارنجک های اشکاور روی ما مینداختن، شما با دود سیگارت منو چیز میکردی که این از بین بره. همینطوری مادر خانم عطایی هم همراه ما بودن، هممون یادمون، یعنی حداقل ما ستا که بودیم یادمونه چجوری تو هتل قایم شدیم برای اینکه کتک نخوریم و یا حالمون بد بود و اینها.
و هر جام سخنرانی من دعوت کردید من اومدم. وقتی روحانی هم که داشت نخست وزیر چیز نخست وزیر میشد که با هم بودیم و از تمام پاریس دو زن یا سه زن اومده بودن. یکی مهتاب بود، یکی مادرش بود و یکی دیگر یک خانومی است که تو این جلسات ما میاد. اسمش یادم رفته، اگه بگی مهتاب خوبه. تو جلسات ما میاد و ستا بود. و این ستا در مقابل ما در مقابل سفارت ایستاده بودیم. اینها شعار میدادند. شادی. شادی، بله شادی. اینها شعار میدادند و به تمام کسانی که می آمدن، اصلاح طلبانی که می آمدن رأی می دادند، ما علیشون سرصدا می کردیم. اصلاح طلبانی که واقعا در اپوزیسیون هستن ها، یا در اپوزیسیون بودن و هنوزم هستن و اینها می آمدن رأی بدن و ما مخالفت می کردیم. خب موارد دیگه هم بوده که هر جا بودیم اختلافاتی هم توی این تظاهرات و فلان و اینها همیشه بوده و این. بعد یه چیز دیگه هم هست که خیلی درسته گفته میشه، اینه که وقتی خیلی از همسن سالای ما نمیتونن جوانان رو بپذیرن و خیلی از جوان هم هستن که هم سن و سالای ما رو نمیپذیرن، این قضیه دو طرف است. شما بگید بیا، منم به شما میگم بیا کنگره ما، اصلا با من تماس بگیر، چون یه سال دو سالی با من تماس نگرفتی. کنگره ما بیا با همدیگه در همین تدارک کنگره با همدیگه شرکت بکنیم و ببینیم چه کسایی رو میخوایم. یعنی ما حاضریم که بیان صحبت بکنن، بیان حرفاشون رو بزنن، کسایی که حتی نظرات موافق هم ندارن. ولی من با شاهیار نمیخوام، مثلا میدونم که نیستی تو باشون، ولی کسای دیگه ای که از کسایی که بیان. و چرا اصلا خود شماها نمیاد؟ چرا به ما میگید که عوض بشید؟ شما نمیاید به سمت ما، شما هم بیاید به سمت. البته تو میایید، ولی دیگران دیگه هم دوستای تو هم هستن که باز با هم بودیم و اینا میان. ولی اون چی که مهمه علارغم همه این گله ها، ولی این حلقه به هم به وجود نیومده، میدونید اینو باید به وجود بیاریم. و کوشش حزب ما اینه که هر چی بیشتر بتونه جوان داشته باشه، ولی هیچ حزبی در دنیا نیست که تنها با جوونا کارشو عملی بکنه. به ما سن و سال و گذشته و تجربه دارها نیاز هست. بهترین حکومت‌های دنیا با کسانی بوده که ترکیبی از جوانان و از افراد با تجربه بوده و بهترین حزبها هم همین شکلی بوده. بنابراین چرا مثل سعید، مثل هانیه، مثل هوتن و کسای دیگه که من نام نمیبرم، ما از خدا میخوایم که، حالا خدا که من قبول ندارم ولی به اصطلاح دلمون میخواد، خوشحال میشیم که بیایید و واقعا از من بپذیرید که اینجا کار محفلی نیست، کار جدیه، با زحمت داره انجام میشه و نیاز به جوانها داریم. چون من مثلا یه سال و نیم مشکل کمر داشتم، بعد دوستان یادشون، لطفا اینکه کمتر می آمدم به خاطر اینکه راه نمیتونستم برم. و هر کدوم ما الان پیر که هستیم بالاخره یکی از این مشکلات رو داریم دیگه، نگاه بکنیم. بنابراین به این جوانها نیاز هست، به شما نیاز هست
اون چی که ما نوشتیم به عنوان اسناد حزب، به عنوان اساسنامه، باورنامه و اهداف و راه کارها نوشته شده، ولی چه حکم حتمی نیست. همه اینها رو میشه روش نوبت کرد، تجدید نظر کرد، و آدم های مثل شما نیازمند ایران فردا هستند و شما فکر میکنم خوبه که و دوستانتون در یه جریانی قرار بگیرید که حداقل میشناسید، میدونید که وضعیتش به کجا میره. ببخشید حالت نصیحت و این حرفا پیدا کرد، ولی خب تو میدونی که من تو رو مثل دخترم دوست دارم و همیشه هم برام عزیز و خوب هستی. بقیه هم همینطوری، هانی که اصلا همینطوری، سعید هم. خیلی متشکرم، صحبت بنده تمام شد. آرزوی شب روز خوشی برای همه حاضرین دارم.